برام یاد خداوند به این روزم مهربان بود. تقدیم سلام خدمت تمام شما دوستان بیننده. امیدوار هستم جور ساعت و سلامت باشین و هم روزتان را توین تم با خوبی سپری کرده باشین. نیم ساعت در خدمتتان هستیم. پل های ارتباطی برنامه در اختیارتان است. 46 کلید 47 و همچنین صفحه فیسبوک برنامه. و موضوعی که انتخاب کردیم یک موضوع خیلی ها مهم، یک موضوعی هست که بسیاری از هموطنانمون پیام ارسال کردن و گفتن که همین موضوع را در برنامه انتخاب بکنین و ما همیشه تلاش میکنیم مطابق همان نظریات و دیدگاهتون بهترین محتویات را انتخاب بکنیم تا تقدیمتون بکنیم از برنامه رسم زندگی. و موضوعی امروزی برنامه رسم زندگی برمیگرده بر چه عوامل سبب پوسیدگی دندون ها می شود. و بسیاری از افراد اشخاص شکایت دارن اینکه حالا باید بدانند پوسیدگی دندون یعنی چی، چگونه با وجود می اعراض علائم در چیست. پس بحث ما رو آغاز میکنیم با مهمان برنامه ما دکتر سید فطرت الله حتایی که ایشان معالج امراض جوف دهن و دندان هستند. در رابطه با این موضوع صحبت می داشته باشند. پل ارتباطی برنامه فراموش نکنید، رایی که شما را میتونه به زودترین فرصت وصل بسازه با برنامه خودتان. 0-20-220-90 قبل از اینکه تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب اختیار بکنین و آواز تلویزیونتون را پخش بکنین تا مصدایتون را بگنید دروز در برنامه با خود داشته باشیم. سلام دکتر صاحب، خیلی خوش آمدین، وقتتون بخیر. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم. زنده و سلامت باشین. خیلی خوشحال هستیم که شما بعد از مدت ها در کنال خود در برنامه رسم زندگی داریم. در شروع برنامه درود کرد و موضوعی که قرار است من شما روش بحث داشته باشیم. چه عامل باعث پوسیدگی دندون ها میشه؟ اول اگر مقدمه داشته باشین و وضاحت بیشتر ببخشین به پوسیدگی دندون ها یعنی چی؟ خب قبل از اینکه به موضوع اصلی ما بحث شروع کنیم، میخوایم یک بحثی کوتاه در مورد خود دندان داشته باشیم. خب دندان عبارت از ساختمان‌های سخت سفید رنگ موجود در دهن می باشه که رول عمده را در تکلم، جویدن و زیبایی بازی میکنه. خب دندان‌ها از چند قسمت ساخته شده که از آخر به اول میریم که ابتدا مینای دندان می باشه، بعد از او دینتین یا آج دندان می باشه و بعد از او پلپ دندان قرار می داشه. بعد از او ریشه دندان است که در خود لانه یا الویول دندان غرس می باشه. خب مینا یک شکل کریستالی داره که سخت‌ترین عضو بدن می باشه. بعد از او آج است که جسم زنده است، ساختمانه تیوبل مانند داره، رنگ زرد روشن داره و بعد از او پلپ است که جسم زنده در دهن می باشه. همی حسیت ها و گرمی و سردی را انتقال به اعصاب میده که متشکل از عروق شعری است، عروق لنفاوی است و خود اعصاب میباشه. خب ابتدا که برسیم چی عامل باعث پوسیدگی دندان میشه، یک بحث کوتاه در مورد خود پوسیدگی دندان میداشته باشیم. پوسیدگی دندان عبارت از نرم شدن یا از بین رفتن ساختمان های سخت دندان در اثر اسیدی که باکتری ها از جذب خود کاربوهیدرات تولید میکنن میباشه که ابتدا خود مینا رو در بر میگیره، بعد از واج دنتین در بر میگیره و بعد از پلپ مصاب میسازه. بله دقیقا همه که دوست دارن دندان های زیبا سفید و البته همه که دوست دارن که داشته باشن. پس چه خوب است که شما عزیزان اگر دوچار همین مشکلات هستین شما تماس برنامه در اختیارتان است. 0-20-220-90 باز هم تکرار میکنم قبل از اینکه تماس بگیرین یک موقعیت خیلی خوب رو اختیار بکنین و آواز من رو از طریق تلفن همراهیتون بشنوین. خب حالا دکتر سبیل اگر اشاره ای داشته باشین در رابطه به این که هلال و حامل در چیست، چرا پوسیدگی دندون به وجود میه؟ خب عوامل پوسیدگی دندان زیاد هستن. یکی میتونیم که یکی از عوامل پوسیدگی دندانه وراثت بگیم که به ارث میبرن. دیگه عوامل پوسیدگی دندان عبارت از می باکتری های موجود در دهن می باشه که به صورت طبیعی در جوف دهن ما شما زیست میکنه. وقتی که ما مواد غذایی را مصرف میکنیم، خصوصا مواد غذایی که دارای کربوهیدرات یا شیرنی فراوان می داشته باشن، همی باکتری ها شیرنی را هضم کرده و اسید تولید میکنه که این اسید میتونه مینای خود دندان از بین ببره یا نرم بسازه و باعث پوسیدگی دندان شه. و دیگه در دندان های عقبی یا آسیاب پت فسورها یا مو خالیگاه درس های وجود داره
که ما به نام پروفسور میگیم، اگر اونا زیاد عمیق باشه و باریک باشه، خودش یکی از علتهای پوسیدگی دندان می باشه و دیگه حفظ صحه ضعیف خود دهن می باشه. کسایی که برس نمی کنن، نخ استفاده نمی کنن، دخانیات استفاده می کنن، علتهای پوسیدگی دندان است. و دیگه در جاهایی که در آب آشامیدنی فلوراید نمی باشه یا فلوراید کم می باشه یا مواد معدنی کم تر حفظ می کنن، کلسیم، فسفرس، مگنیزیم، اینا عوامل پوسیدگی دندان هستند. بله دقیقا، یعنی عوامل خیلی زیادی وجود داره که پوسیدگی دندان با وجود میاد. خب حالا دکتر صاحب، بسیاری از افراد هشت قسم که چند لحظه پیش اشاره کردم میخواین که دندان های پاک و سفید داشته باشن به مثل مروارید و از همین پودرهایی که البته به فروش میرسه در جاده ها، در روی سرک ها، از کریم دندان های بی کیفیت، آیا باعث پوسیدگی دندان ها میشه یا خیر؟ 100%، بخاطر هم پودرهایی که در دواخانه است یا در روی سرک توسط اشخاص غیر مسلکی به فروش میرسه، اینا ضررشان بسیار بزرگ است. نظر به خود مقاومت دندان، مثلا شما نمک در نظر بگیرید، وقتی که امرای زی برس کنی حتما سطح دندان خراشیده میسازه، باعث سایش خود دندان ها میشه. وقتی که دندان ساییده شد، پخچی و بلندی ایجاد شد، طبعاً که باکتری ها در اوج زیادتر تجمع میکنه، پلاک باکتری زیادتر در اوج تجمع میکنه، کالکولاس در اوج ایجاد میشه که باعث خود پوسیدگی دندان میشه. و همچنان کریم های دندان بکیفیت که به فروش میرسه که میگیریم، زیادتر ما شما میگیم که ارزان هستم از صد کار شما، اما موادی که باید در کریم دندان استفاده شما نمیباشه. فلوراید اصلا در بینشان موجود نمی باشه، از ضمن که فایده به دندان نمی رسانه، نقص نمی کنه. بله، همون که میگن هرزون به حلت نیست، قیمت به حکمت. پس همیشه متوجه همین نکات باشین و همین نکات را تطبیق بکنین در زندگیتون و حفظ سهر را رعایت بکنین، چون زمانی که اگر شما حفظ سهر را رعایت نکردین بینون شکم دوچار چونین مشکلات میشین که همیشه رنج میبرین و پوسیدگی دندون به وجود میاد. ما دیده برای تماسای شما خوبان بینین در هستیم، هر طریق شما تماس 02-220-10 قبل از اینکه تماس بگیرین یک مکات خیلی خوب را اختیار بکنین. خب حالا اگر اشاره داشته باشین بعد اعراض و علائمی که آلا وجود داره یا زمانی که می پوسیدگی دندون ها باید وجود می، چی اعراض و علائمی نمیتونه در قبال داشته باشه؟ خب اعراض و علائم خود پوسیدگی دندان یکی بسیار شایع است که همگی امرایش مواجه میشن و دیگه بسیار واضح می باشه. اولی نارزه یا علائم ازی درد دندان می باشه. بله. که درد خود به خودی می داشته باشه، در هنگام خواب درد می داشته باشه و در طول روز درد می داشته باشه. بله. و همچنان که در هنگام جویدن درد می داشته باشه. دوم اما خود حساسیت دندان است که در مقابل گرمی، سردی و شیرنی حساسیت می داشته باشه. وقتی که یک افراد در خود دندان ایجاد شد از اثر پوسیدگی دندان، تیوبل های دینتی نمو گرمی و سردی شیرنی ده با پلپ دندان انتقال می تن حساسیتشه و پلپ دندان به عصب مرکزی انتقال می تن. و دیگه خود افراد که در خود دندان موجود می باشه که خود شخص هم می تونه پیش آینه ببینه و دیگه لکه های سیاه و سفید بر روی دندان می باشه. یکی اینا علائم عرایض خود پوسیدگی دندان است. بله بسیار خوب، یعنی عرض و علائم خیلی زیادی داره زمانی که شما دندان درد شده این یا همین مشکلات سر دوچار شده این به زودترین فرصت مراجعه داشته باشید نزد دکتر سیبان عزیز. شما تماس برنامه رو فراموش نکنید، 0220 زنمتی بار همیان برنامه خیلی کوتاه دوباره زود برمیگردیم، منتظر تماس های شما هیزار هستیم. دوباره برگشتیم و شما دوستان بیننده هستیم در ادامه برنامه خودتون، ادامه برنامه رسم زندگی هست. بازم تکرار میکنم هست شما تماس برنامه رایی که میتونه شما رو بزرگترین فرصت وصل به صوت با برنامه رسم زندگی 0220 در آمده مدیده برای تماس شما هیزان هستیم. قسمه که دکتر صاحب یادآوری کردن در رابطه و پوسیدگی دندان، ایگه حالا باید کدام نکات رو رعایت بکنین یا کدام نکات رو باید مد نظر داشته باشین تا دچار چنین مشکلات نباشین، پس تطبیق
بکنین در زندگیتان، چون همه ما شما دوست داریم یک فرد باشیم صحتمند، جسم سالم داشته باشیم و همین که اگر صحتمند باشیم بدون شک ما میتونیم فعالیت های روزانه‌مون را انجام بدیم. خب حالا دکتر صاحب، شما قبل از وفات یادآوری کردین که از عروض و علایم، یعنی بعضی از افراد هستن حساسیت می داشته باشن در مقابل شیرینی با و دیگر چیزها، زمانی که اینا اگر متوجه همین نکات نشون و بعد از مدت ها مراجعه داشته باشن نزد دکتر سبا، چقدر میتونه تاثیرگذار باشد روی دندان های دیگرشان؟ خب وقتی که حفره ایجاد شد یا پوسیدگی دندان شروع شد، اگر اینا متوجه می دردش نشدن و یا موندن کدام وقت دیگه میرم، بله یا روزه باتم امو میتونه تمام دندان از بین ببره و حتی از قسمت های بین دندانی انترپراکسیمال میتونه به دندان های مجاور سرایت کنه، اونا را خرابتر بسازه، میتونه که تاج خود دندان مکمل از بین ببره و حتی حفره اگر عمیق‌تر شد و خود پلپ دندان سرایت کنه، بعد از او باستداویش میتونه کارسیتی شد یا به اصطلاح یا ما عصب کشی برش میگم که عصب کشی صورت بگیره، بعد از او باست پرکاری شد. بله دقیقه، ما پیامای خیلی زیاد دریافت کردیم هست در اقبال های ارتباطی برنامه 46 کلادی 47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه شما و دکتر صبح از عصب کشی رو دوری کردین. یک هموطن من پیام ارسال کردن و متاسفانه کنم خود را ذکر نکردن و گفتن که دندان خیلی درد میکرد در زمانی که مراجعه کردم نزد دکتر صاحب و اونا گفتن که باید دندانتون عصب کشی شود و بعد پرشد، همون کار را انجام دادن ولی نتیجه خیلی خوب را دریافت نکردن. دلیل در چیست؟ خب عوامل مختلف است. وقتی که عصب کشی کردن باید تمام پلپ یکی کرونلی پلپ داریم یکی. خب عصب کشی چند مرحله را در بر میگیری؟ یعنی چند جلسه را؟ یک جلسه یا در چندین جلسه؟ خب جلسه اول میتونیم کارسیتی برش بگوییم که من خود عصب کشیده میشه مکمل، یکی پلپ کرونلی داریم، پلپ رادیکالی داریم. پلپ کرونری که در قسمت خود چارج دندان زیر دینتین قرار داره که دینتین از محافظت میکنه، بله. و پلپ رادیکالی که در خود ریشه دندان در خود کانال های دندان موقعیت داره یا کشیده میشه، بعد از او پاسمان مانده میشه یک دور، دوباره مریض که بعد از چند روز به دکتر مراجعه کرد بعد از او پاسمان دیگر گذاشته میشه تا ای که امو درد حساسیت التهاب خود دندان مکمل از بین رفت، بعد از او باز پرکاری صورت میگیره. اگر از برادر ما پرکاری شده و نتیجه نداده، حتما کدام التهاب باقی مانده یا درست کار نشده. خب اگر از مواد بیکیفیت استفاده بکنین این چقدر میتونه تأثیر گذار باشد؟ خب مواد بیکیفیت مواد که زیاد از بازار، مواد پرکاری، خب مواد بیکیفیت اگر استفاده صورت بگیره یکی که نتیجه نمیده با مزرع صحبتهایتون را قطع کردم. تماس داریم ببینیم کدوم بیننده ما هست کجا تماس گرفتن. بله سلام، خوب هستین؟ صحت من سر حال؟ شکر و خیر باشی، جور باشی، سلامت باشین. بفرمایید که از کجا تماس گرفتین، سوالتون را مطرح بکنین. خیلی خوش اومدی برادر عزیز، بفرمایید سوالتون رو مطرح بکنید. همی دندان ما چیز دسته ما کرم خورده بودش، بله باز جیل باز جای شکل کرده حساب کشی کردیم پر کردیم آن باز هم درد نکنه اون پر کرده این شفتاده. سوال دارین دکتر سیم؟ بله. سوال دارین از برادر ما؟ خب چی مدت زمان پرکاری کرده بود؟ چقدر وقت میشه؟ چطور درد داره نداره؟ آیا پوندیدگی احساس میکنه در اطراف بیره خود؟ متاسفانه که تماسشون را حذف دادیم. دکتر صاحب برادرمون بودن که از کمپانی تماس گرفته بودن، گفت به گفته خودشان دندانشون را کرم خورده بود، حتما سیو شده بود داخل دندانشون یا هم مغز دندانشون. زمانی که اینا مراجعه کردن نزد دکتر صاحب باز عصب کشی کردن ولی نتیجه دریافت نکردن، باز هم همون درد داره. خب در سوال ازی برادر ما که دندان خود عصب کشی هم کردن پرم کردن بازم نتیجه نداد، پرکردگیش مگریخ، بله به این
یک تدایی مجدد پس ضرورت است که مو داخل کانال ها که پر شده دوباره باز شوه، دوا برش تجویز شوه، دنشوی ها برش تجویز شوه، بعد از او باز مکمل اراز علایم که از بین رفت بعد از دوباره پر کنه. بله دقیقاً، با امیدیم که جواب سوالتون رو دریافت کرده باشین. ما دیده برای تماس های شما هیزان هستیم. 02-220-93. خب حالا دکتر سبین در رابطه به این اگر صحبت هایی داشته باشین که چونه میتونن پیشگیری داشته باشن یا راه های جلوگیری وجود دارن بفرمایید. خب همیشه گفتیم که واقع بهتر از صدایی است. بله. خب راه واقع است یا جلوگیری از خود پوسیدگی دندان زیاد است. ابتدایی که کاهش مواد غذایی که دارای کربوهیدرات زیاد و شیرنی زیاد هستن ایره کاهش بتن مصرفش و دیگه برس کنن مثلا در 24 ساعت دوبار شب یا صبح. شب به خاطر که وقتی که خواب میکنیم امی افراز خود لعاب دهن تنقیس پیدا میکنه در انگام شب، نمیتونه که اون وظیفه پاکوری دندانا را خوبتر انجام بده. شب میتونن که برس کنن و صبح بعد از اینکه شب خواب کردن و مواد غذایی بعض جایی که باقی مانده و پلاک باکتریایی تشکیل شده برس کنن پاک میشه و دیگه نخ دندان استفاده کنن که زیادتر کسا میگه فاصله دندان رو ایجاد میکنه و یا بیرهایم خون میته و تخریب میکنه. این باورایشان غلط است بخاطر که امی برس دندان که ما استفاده میکنیم تمام دندان ها را 70% پاک میکنه و بهترین شیوه که ما از برس دندان استفاده کنیم. خب حالا کسانی که بیشتر استفاده میکنن از برس دندان یعنی مکررن تکرار میکنن هیچ خشم دارن آسیب برسونن؟ خب بعد جای پیشنهاد شده که بعد از هر وعده غذایی بله بعد از صبحانه بعد از غذای چاشت و شب بله برس استفاده کنن هیچ مشکل نداره. اگر که دوامدار مثلا روز 6 بار 7 بار برس استفاده کنن طبعا دندانا در مرض سایش قرار میگیره و دیگه نخ دندان استفاده کنن در 24 ساعت 1 بار و دیگه میتونن که از کریمای دندان که های فلوراید باشه استفاده کنن، استاندارد باشه استفاده کنن و دیگه دهنشویی هست که استفاده میکنن که های کلورکسیدین باشن بهترین مواد است که هم بیره رو تقویه میکنه هم دندان ها رو تقویه میکنه هم پلاک در باکتریایی رو کاهش میده دهن استفاده کنن و دیگه همی پت فیسورای عمیق که هستن میتونن توسط سیلانتروپی اینا رو برطرف کنن یا تنقیز بتن همی خود پوسیدگی دندانه و دیگه فلوراید تراپی است که نزد دکتر سایبای عزیز انجام میشه بخاطری که مقاومت خود دندان بالا میره و پوسیدگی دندان کاهش پیدا میکنه. بله دقیقا، بازم بر شما خوبان بینین زیاده رو میکنم که همیشه همین خود را رعایت بکنین چون ما موضوعات مختلف را انتخاب میکنیم که تا حد بتوانیم مشکلات شما را حل بکنیم. شما را تماس برنامه را فراموش نکنید. 02-220-93 ما منتظر نظریات دیدگاه سازنده ایتون هستیم. هر طریق راه های ارتباطی برنامه 488-47 و همچنان صفحه فیسبوک و برنامه شما خوبان میتوانید نظریات دیدگاهتان بر ما بفرستید تا ما هم بتوانیم مطابق همان نظریات دیدگاهتان بهترین محتویات را انتخاب بکنیم تا هر طریق دریچه رسم زندگی تقدیمتان بکنیم. خب حالا دکتر سبین این در رابطه با تداوی پوسیدگی دندان صحبت بکنید که راه های تداوی وجود داره یا خیر؟ راه تداوی وجود داره. خب پوسیدگی دندان یک عارضه است. پوسیدگی دندان یک عارضه است که دوباره جبران پذیر نیست. بله. وقتی که اگر از بین رفت دوباره پس ترمیم صورت نمیگیره. باید اون محل که پوسیده شده و پوسیدگی های زیر میکنیم برطرف میکنیم شوامان قسمت پرکاری میکنیم توسط مواد که کامپوزیت ریزین است، تلاس، نقره است، همالگم است میتونه که این عارضه برطرف شوه و امو خود سه دندان کلبای رفته یا شما پوش دندان رو دیره کردین دکتر صاحب. حالا کسانی که میخواین دندان هایشون رو پوش بکنن پوش نقره یا پوش طلا هیچ قصد میتونن که موثر تمام شود حاسیب میرسانه به دندان ها یا میتونه خیلی ها مفید باشه؟ خب پوش دندان هر تداوی در جای خود استدباب خاص خود داره. وقتی که آرزه کم باشه چرا باید از پوش دندان استفاده کنیم؟
دقیقه. وقتی که آرزه کم بود میتونیم از مواد پرکوری با کیفیت استفاده کنیم. اگر آرزه بسیار زیاد بود، مثلا یک سطح دندان برطرف گرفته بود، میتونیم از آن لی و این لی استفاده کنیم. بعد از او باز درجه سوم میتونیم که از پوش های دندان، وقتی که آرزه مکمل قسمت های زیاد دندان تخریب کرده بود، میتونیم استفاده کنیم. یه از پیشگیری و از تخریب خود دندان زیادتر جلوگیری میکنه. یعنی پوش دندان میتونه موثر تمام شه؟ موثر تمام میشه، بله. بله دقیقا. خدا کند که شما هیزان اگر دچار همین مشکلات هستید، جواب تمام سوالاتون رو دریافت کرده باشین و همیشه وقت در فکر این باشین که چگونه میتونین افسل سر را رعایت بکنین در زندگیتون. چون زمانی که اگر ما و شما نظافت را مد نظر نگیریم و هیچگاهی در فکر این نباشیم، زمانی که یعنی غذا نوش جان بکنیم، هر آن چیزی که نوش جان بکنیم و بعدش استراحت بکنیم، این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی دندانهایتون و همین پوسیدگی دندان با وجود میاد. خب حالا دکتر سای پیامتون چیز بر چون هموطنانمون که هیچگاهی همین کاس را در زندگیشان رعایت نمی کنند. خب کسایی که رعایت نمی کنند، طبعا وقتی که ما میگیم که زیادتر همی دریچه سلامتی بدن دهن است. وقتی دهن اگه سالم نبود که تمام عضویات بدن که از امراض معده می شروع میشه تا امراض سیستمیک و خونی زیادتر اونا نقصر میکنن. بله دقیقا. خب حالا دکتر سو بسیاری از هموطنان مونه هستن زمانی که دچار همین مشکل میشن یا پوسیدگی دندان با وجود میه یا درد را احساس میکنن در قسمت دندان هایشان، اولین چیزی که در فکرشان میاد همین است که باید دندانشان رو بکشن. این چقدر میتونه که تاثیر گذار باشد؟ خب شما فکر کنین یک فرد که در 15 سالگی هر دندان که درد کتی رو بکشه، سال یک دندان در نظر بگیرین، وقتی 30 ساله شد و چند دندان خود از دست میده؟ 30 دندان خود و 15 دندان خود از دست میدن. 15 دندان مجموعا در جوف دهن کاهلا 32 دندان است. وقتی 15 دندان از بین بره، 17 دندان باشه، دیگه چطور میتونه که خوردن، نوشیدن و یا از اینا لذت ببره؟ خب یک باور غلط است که سابقه اگر امکانات زیاد نبود میکشیدن برشان، دکترای دندان زیاد نبود، کلینیکا زیاد نبود. اگه او باورها طالب پیشان مانده باشد اگه فکر کنند در قرن 20 زندگی میکنند. بله دقیقاً. پس چه خوب است بینده های عزیز همیشه متوجه همین نکات باشید و باز هم مکررن تکرار میکنم افضل سر رعایت بکنید چون نظافت جز ایمان است. ممنون از شما دکتر صاحب، سپاسگزار هستیم که تشریف آوردین در برنامه امروزی ایمان. تشکر از شما. خب بینده های عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتان کردیم. بازم جا دارد که اگه دوره خیلی کوتاهی داشته باشم، هست پل های ارتباطی برنامه 4-6-4-7 و همچنین صفحه فیسبوک برنامه. تا سلام و فرصت و دوباره خدا و نیارو نگهدارتون، همیشه شاد و موفق باشید.